درود بر شما دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. با یک میزه گرد دیگه در کنار جمعی از دوستان هستیم. این گروه بسیار متخصصن، همه دندان پزشک. شهابو که نمیشناسید قطعا، با 8 یا 9 اپیزود در صدر جدول تولید محتوا. اگه دوست داری خودتو معرفی کن بعدش بریم سراغ از خانمشون کنیم که واقعا شما ببینید این نشون میده اصلا تو بیخ خودت بی خود نیست واقعا تمرین کرده در کشور واقعا ویژگی هم کرده بودم اول خانم. خب سلام، من سبا هستم. یه معرفی یکم طولتر دندان پزشک. من سبا خانچی هستم، دندان پزشک. من سحر خانچی هستم، دندان پزشک زیبایی. تخصصتون هم میخوای بگید؟ خب تو توفیل کودکی، شاب خودم بگو. سر زیبایی، منم گفتم جنرال. خب خیلی عالی. ما امروز 3 تا مبحث رو میخوایم صحبت بکنیم. یکی در مورد چالش‌های دندان پزشکی، یکی در مورد سلف لاو و کمالگرایی که آخرش یه گریزی هم به نقاب میزنیم. خب در مورد چالش دندان پزشکی، هر کدومتون چالشایی که داشتین، چون رابطه بین دکتر و بیمار خودش یه داستان پیچیده ایه و خیلی ترس از دندان پزشکی دارن. ما الان فکر کنم جالب باشه هم نگاه شما رو در مورد بیماراتون بدونیم و هم نگاه بیمارا تجربیات مشترکتون رو، که شاید یه مقدار ترس آدم ها از این موضوع کمتر بشه. من نگاهت میکنم مجبور نیستی شروع بکنم چون روبرو منی. حالا شروع بمشکل نداره. در مورد ترس از دندان پزشکی، من اتفاقا جدیدن یه تحقیقی بود که دیدم جلسه یه دندان پزشکی توی سخت‌ترین اوقاتی که یه آدم تو زندگیش تجربه میکنه، یعنی کنار جلسه امتحانه خیلی سخت قرار گرفته. بعد خیلی واسم عجیب بود. ولی چیزی که میتونم بگم در مورد اضطراب دندان پزشکی اینه که واقعا علم دندان پزشکی انقدر پیشرفت کرده، ولی مثل بقیه افکار سالها طول میکشه که این آپدیت بشه و مردم بدونن که دیگه دندان پزشکی با درد وجود نداره، بی‌حسی ها قراره همه مؤثر باشن، کار کنن و درمان محافظه کارانه تر شده، تراشا کمتر شده، وسیله ها دیگه اون سر و صدا و تکونه قدیم رو ندارن و از همه مهمتر هم از هم اخلاق دندان پزشکا اونقدری تغییر کرده که بیمارا رو به خاطر بهداشت بعدشون جاج نکنن، دعوا نکنن. بذار اینجوری بپرسم، از زاویه بیمارا بپرسم، اصلی ترین استراب بیمارا چیه؟ برای منی که فیلد زیبایی کار میکنم، معمولا نتیجه کارم، یعنی میخوام ببینن که چه شکلی میشن. جالب بود. خب منم در ادامه صحبت سر بگم که خب ترس از دندان پزشکی به خاطر مسائل مختلفش دیگه، از اینکه میای زیر نظر و تحت نظر یه نفری هستی که کنترل امور رو در دست نداری، یعنی هر آن ممکنه که اون فردی آسیبی به تو بزنه و به خاطر همین هم هستش که توی دندان پزشکی وقتی یک بیماری به یک پزشکش اعتماد میکنه معمولا با همون ادامه میده. یعنی وقتی همین امنیت ایجاد بشه که اون دندان پزشک به من آسیبی نمیزنه، این خودش خیلی مهمه. و خیلی از افراد کنترلگر من فکر میکنم توی این حیطه اضطراب بیشتری دارن. یکی اینه، یکی هم که بحث بالاخره آمپول هستش، درد و اون استرابی که از تزریق و درد موقع کار هستش، که همونجور که سهر گفت این یه نگاهیه که از قدیم بوده، زمان میبره تا اصلاح شه. ولی ما اگه برگردیم مثلا به 100 سال پیش که وقتی میخواستیم دندون کسی رو بکشن هیچ بی‌حسی نبوده، هیچ داروی مثلا خاصی نبوده و حالا شاید مثلا با یه سری داروهای گیاهی کار میکردن و دندون رو با درد وحشت رو میکشیدن، دیگه الان یه ذره یه آمپول بیهسی مثلا چه استرابی داره؟ بذار من استراب خودم رو بگم، شاید یکم براتون جالب باشه. من همیشه فیلیک اینو داشتم که آب دهنم به پر گلو. خب بعد یه که همیشه رو مخم بود، این خورده دندونا چی میشه وقتی چیز، من همیشه فهم میکنم این نره توی میدونی، یعنی یه چیزی، یا مثلا یه مشکل دیگه که داشتم، یعنی موقعی که میام پیش تو خیالم کلا راحته، ولی مثلا همیشه استراب
بیماری داشتم، مثلا ایدز بگیرم، همش میگفتن که تجهیزات دندانپزشکی میتونه بیماری منتقل بکنه. میخوام بگم به عنوان بیمار یا یه سری فوبیاها میتونه تاثیر داشته باشه برای کسی که مراجعه میکنه، که اینها هم برای خیلی ها میتونه چالش باشه. میخوام بگم طالب با چنین چیزی اصلا برخورد کردین که یه کسی استراب خیلی عجیبی داشته و بعد مراجعه خیلی راحت تر تونسته این پروسه رو ادامه بده، پروسه درمانو تجربه دارید بگین؟ سرساکشن رو مثلا شده از من بپرسن که اینو سرساکشنی که میذارین داخل دهن میپرسن اینو عوض میکنی؟ خب یا لیوانه مثلا اون اصلا خم شده است. من مثلا سبا یه چیز بگه تو من بذار راحت باشه بگو باید میخوام آقا دوست داشته نمیم یادت هست یا نه، من پایان نامه دندانپزشکی ترس از دندانپزشکی بود. و آره ما توی مراجعه کننده های به دانشگاه بیش از 70% ترس شدید دندانپزشکی داشتن. بعد خب همینا که میگه 70% و عوامل مختلفیه دیگه. ببین ترس از سوزنه هست، ترس از بهداشت و همون بیماری ها رو گرفتن هستش، و عرضم به حضورت که درد موقعی که همه اینا هست، یعنی فقط یه دونه عامل نیستش. ولی مثلا همون افرادی که به هر حال وسواس دارن توی بهداشت، به خصوص بعد از کرونا این آمار خیلی رفته بالا و بیماره یه نگاه باز وسواس کنه دارن، در حالی که اصول آکادمیش و اخلاقیش اینه که ما توی مطب اولین مسئله برامون خب بهداشت بیمار برام مهم باشه، همه وسایلی که باید استیل بشه، وسایلی که باید یه بار مصرف باشه، عموما باید اینجوری باشه. ولی حالا به هر حال از اونجایی که ممکنه یه کسی غیر اخلاقی رعایت نکنه، به هر حال این استراب نگرانیه یه مقدارش طبیعیه. در مورد حالا که بحث کلن ترسا و ایناست، انقدر دنیای بچه ها جذابه که دیدین که بچه ها واقعا نمیترسن، از هیچی نمیترسه. الان مثلا آدم بزرگ از نتیجه کار میترسه، از بیهستی میترسه، از آب دهنش به پره تو گلوش میترسه، بچه نمیترسه. چالشی که من دارم با پدر مادر هست کلن از لحظه ورود کلن این چالش شروع میشه تا آخر اینکه بچه بخواد از اتاق بره بیرون. لحظه که وارد میشه کلن بچه ها با یه نفر فقط میتونن ارتباط بگیرن، اینکه دو نفر همزمان صحبت کنه بچه تمرکزش رو سریع از دست میده. من قبل از اینکه حالا با هر همراهی اومده باشه، مامانش باشه، باباش باشه، یه برگه میدم که شما لطفاً اومدین وارد اتاق شدین، لطفاً شما صحبت نکنین. بچه که وارد میشه من معمولا فقط با بچه سلام علیک میکنم، یه کله هم به مام بابا تکون میدم، بچه بدونه که صرفا به خاطر اینه این شخصی که اینجا وایستاده، فقط من واسه اون بچه هم. بعد بچه هم میاد، خب شاید یه ذره خجالت بکشه، قطعا اکثر بچه ها یه ذره خجالت رو دارن، میگم سلام، مامان اینجا میکنه یه سلام بده. من نوشتم که اونجا اصلا صحبت نکنین هیچی. بعد مامانه یه نقاشی دستشه مثلا که یه نقاشیش هم آورده ها خاله. میدونی اینا ارتباط، من تمام تلاشم رو میکنم تا یه ذره ارتباط بگیرم با بچه. اصلا مادر پدرهایی که وسط حرف من میپرن، هر شب مسواک میزنم، باشه فقط من اجازه بدین من یه ذره ارتباط رو بگیرم. بچه ها یه ذره ارتباط رو که بگیرن تا آخر اصلا واقعا از بزرگتران بهترن، ولی متاسفانه اون ارتباطه برقرار نمیشه تا لحظه ای که ممکنه مثلا بره بیرون. اینا مثلا خیلی کوچیکشه ها، چالش هایی که ما با بچه ها داریم و وسط کار یهو انگشتتو گاز بگیرن و اینا خیلی زیاده. خودش این کاره بود، خودم از همون مثال عمدی هم بوده، صحبی نبوده است. آره، یا مثلا چه میدونم یه جایزه کوچولویی که فقط مثلا واسه یه تشویقی من بخوام بدم، مثلا وقتی که مامانه میگه اینو جایزه گرفتی، خب میدونی ارزشه مثلا خیلی فرق داره. تو مثلا بابه ای که آفرین مثلا چه جایزه ایه که چقدر مثلا چه میدونم دختر یا پسر فوق العاده ای بودی که یه همچین جایزه گرفتی، اینو گرفتی مثلا هنر کردی اینجوری. آره چالش من کلا بیشتر با پدر مادر است. خیلی یه نکته من ادامه حرف سوا بگم اینه که حالا از مطالبی که سوا تعریف میکنه، اصولا والدین به سبب همون که در نسل های از نسل قبلی هستن که هنوز اون استراب و ترس از دندانپزشکی
توشون زیاد هست و تجربه های تلخی داشتن، انقدر مضطرب هستن که هی وسط حرفا میپرن، انقدر مضطرب هستن که مثلا تا میاد مثلا سبا بی‌حسی بزنه میگه که مثلا نترسی یا چیزی نیست. خب آره چیزی اصلا، این استرابه رو ناخودآگاه منتقل میکنیم و تاکید سبا بر اینکه آقا هیچ ارتباطی نگیریم با بچه، بذاریم من فقط باشم و هیچ خاطری تعریف نکنی، نگین اصلا از چی باید بترسی نترسی، برای اینکه بیاد اولین تجربهشو با من داشته باشه. در حالی که پدر مادر ناخودآگاه تو خاطراتی که تو خونه تعریف میکنن، پای تلفن تعریف میکنن، وای امروز داریم میرین دندون پزشکی، خدا کنه مثلا خطتون بخیر، اون بچه اونجور نشسته داره میشنوه. و برای همینه که اون چالشه واقعا با والدینه، وگرنه کودک چجوری از یه سوسک میترسه، چجوری از نمیدونم هر چیز دیگه میترسه، در حالی که والدین تعریفی از اون نداشته باشن. یعنی اگه اونا تلقین نکنن یا تعریف ترسناکی نداشته باشن قطعا. چقدر قشنگ گفتی باریکلا. پس در واقع از همون بچگی اگه اصول درست رو بریم جلو، در بزرگسالی هم این مشکل نداریم. خیلی عالی بود. نکته اگه میخواید به این مپس اضافه کنید اضافه کنید که برم روی مپس شیرین سلف لاف. بفهم نه چیز میخواید اضافه کنید؟ جالب بودم. خب ما یه اپیزود با شهاب در مورد دوست داشتن خود ساختیم، برای همین این قسمت رو با خودت شروع میکنم و اینجوری هم میخوام بپرسم که از نظر تو دوست داشتن خود چه چیزهایی نیست؟ چون همش میگن سلف لاف اینه، سلف لاف اونه، دوست داشتن خود این شکلیه. الان ما این کاری نداریم. از نظر تو در تجربه تو دوست داشتن خود چه چیزهایی نیست؟ یه تومارم دوستان نوشته. من بهش گفتم نیم ساعت تا 45 دقیقه است، به اندازه 5 ساعت باید. آره یکی از ترسای من اینه که حرف کم بیاریم. نه جالبه، تو راه که داشتیم میومدیم میگفتم من چیزی ننوشم، نه اصلا نباید بنویسی، اصلا نباید فکر کنیم، همه چی همون چیزی که اون لحظه بیاد تو ذهنم، خودت باش کامل. و اومدیم اینجا دفتر رو باز کردیم همزمان فقط ببین همینجوری فقط من میاد پایین نوت نوشته. قشنگ از اینایی بوده که میگفته من نخوندم و نمیخونم که بقیه ریلکس باشم. من خودم میزبان میدونم اینجا. شما صاحب خونه ای به خاطر اینکه 7 تا 8 پادکست با صفر اومدم، برای همین بسیار جذاب و دوستاشنی بیشتری دارم، میخوام که شما شریک بشید. من تعریف آزاد بکنم، اپیزوداتم بسیار دوست داشتنی جذاب، خیلی فیدبک مثبتی هم دارید. خب دوست داشتن خود چه چیزایی نیست؟ چه چیزایی نیست؟ سوال سختیه. آره نه برعکس، اول ببینیم چه برعکس چیزایی که هست خب نیست دیگه. یعنی مثلا اونجایی که شروع میکنیم به حتی با اینجوری خودمون رو نقد میکنیم و اینجوری خودمون رو سرزنش میکنیم که بابا تو تا حالام که خودتو دوست نداشتی، مثلا خود همین سرزنشه میشه اون چیزی که سرفراب نیست. تو منظور چیز دیگه ایه؟ نه ببین ها کن، ما خیلی از اوقات خودمون رو مشروط دوست داریم، مثلا کاری به خانواده ندارم، خودمون رو مشروط دوست داریم. اگه به هدفمون برسیم خودمون رو دوست داریم، اگه نرسیم خودمون رو دوست نداریم. من نگاهم به این موضوع اینه که اصولا دستاوردهای ما بخشی از ما نیست. من چه شغلی دارم، چی کار میکنم، چقدر درآمد دارم بخشی از زندگیم هست، ولی این جزئی از من نیست. اگه منو با این شغل با این کار مثلا فکر کن یهو دونه تکون بخوره، ما مجبور شیم باشیم بریم وسط یه جزیره که دیگه نه شغلمون با همونه، نه لباسمون با همونه، نه پولمون. آیا من خودمو دوست دارم حالا؟ یعنی نه دیگه دندان پزشکم، نه دیگه روانشناسم، نه دیگه مهندسم، هیچ تایتلیو ندارم. تو بیابونی که هیچ کی نیست من خودمو دوست دارم. میخوام بگم خیلی از چیزایی که تحت عنوان سلف لاف به ما تلقین شده، سلف لاف دوست داشتن خود نیست، دستاورد نمره دوست داشتن خود نیست، بخش از روند پیشرفت ما. از این زاویه میخواستم بگم، چون چیزی بود که میدونم برای خود تو توی اپیزودها به صورت دیگه بهش اشاره میکردی، میخوام از این زاویه بهش بگم. خب مثلا من اینو بگم که کامل بودن و کامل شدن که اصلا جزو سلف لاف نیست، باریکلا، و اصلا کامل شدنی وجود نداره. ولی همون این که آدم فکر کنه که خب من وقتی کامل شدم، من وقتی این کارو کامل انجام دادم، من وقتی که همسر کامل و بدون نقصی شدم، وقتی که کار این بیمارمو بدون نقص انجام دادم، اون وقتی که خودم دوست دارم، این اشتباهه دیگه. یعنی موضوع اینه که باز هم دارم مشروط میکنم خودم رو به شرطها و شروطها. یعنی من خودم دوست دارم به شرط اینکه این اتفاقات بیفته. و واقعا یکی از
دردا و چالش های خود من بوده دیگه. یعنی مثلا تو همین چند سال اخیر فکر میکردم که خب من باید برسم به اون نقطه که دوست داشتنی باشم، که خودم رو دوست داشت، اصلا خود دوست داشتن که اصلا تازه دارم باهاش آشنا میشم، ولی موضوع اینکه حتی مثلا بقیه دوستم داشته باشم فکر میکنم باید دستاورد داشته باشم. نگاه کن موضوع کجا نگاه من اونجا نوشتم آخه نگاه میکنم به شکلات خیلی موقع رانندگی هم برام نگاه میکنم، راننده میگه خب یه ذره من نگاه کنم. خیلی قشنگ توضیح دادی باری کرد. یه سم شما بکنم نگفتید که شما همسر هم خواستم اشاره کنم. آره من که قشنگ ترین رابطه هایی که دوست دارم رابطه شماست. واقعا همه جا مثال میزنم، خیلی جذاب رابطه تون و به نظر من انتخاب درست بخشی از سلف لابه. یعنی تو اگه خودتو دوست داشته باشی باید برای انتخاب رابطه عاطفی وقت بذاری. اگه انتخاب اشتباهی بکنی بخشی از دوست داشتن خودتو زیر سوال بردی. واسه من این سلف لاف کلن خیلی مبحث پیچیده. یعنی واقعا اگر به نظرم درصد کمی هم یه سلف لافی داشته باشیم یه بهشتی داریم کلن. به نظر من مثلا تو ذهن واسه خودم دارم میگم تو ذهن من یه سری چارچوبا هست، همه عشقا حساب کتابیه، واسه خودش یه چارچوب داره. اوکی اگر من این توقع و انتظار رو دارم اگر بهش برسم لذتش رو میبرم، ولی تهش یه آفرین شاید به خودم نگم، دمت گرم این راه اومدی اینجوری اومدی. حالا اگر بهش نرسم که دیگه اصلا امکان نداره یه دمت گرم بگم که آفرین که این راه رو اومدی. حالا یه جاهای خیلی کمی شاید داشته باشم، مثلا در حد این که مثلا چه میدونم من همیشه واسم مهمه که لباسی که میپوشم راحت باشه، مثلا خودم رو اینجوری دوست دارم که مثلا یه موقعی لباسم منو اذیت نکنه، ولی این که مثلا همیشه نیازهای خودم تو اولویته با خودم یه بار بیام بگم مثلا آهان اصلا در حدی که به خودم چی نگفتم مثلا سب و دوستت دارم واقعا شاید انگشت شماره. واقعا تو 40 سالگی واقعا اصلا خیلی کم مثلا شده که منم بگم سب واقعا دوستت دارم و مثلا به خاطر این بیا این کارو بکن، خیلی کم بوده. چقدر جالب. ببین شما سه نفر یه توضیح من باید بدم، هم موفقید، هم شرایط مالی خوبی دارید، هم تو کارتون پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای داشتید، یعنی از نظر نگاه بیرونی همه چیتون سر جاشه، ظاهراتون از نظر من مقبول و خوبه. میخوام بدونم آیا کسی که تمام استاندارد داشت از نگاه بیرونی تیکا رو میخوره چقدر خودشو دوست داشته تو این سالها؟ یعنی یکم سوال چالشی تر ازت بپرسم، بذار اصلا یکم سخت‌ترش بکنم، از 10 به سلف لاو خودت چند میدی؟ فکر میکنم اتفاقا در مورد این با شباب صحبت کردم، من فکر میکنم اصلا به خودم 7 میدم، ولی خب خیلی جاهام شده که واسه همین سلف لاب نداشتن خودم رو سرزنش کردم. یعنی یه درجه بالاتری که تو چرا خودتو دوست نداری، یعنی اون سرزنش رو میدونید یه جنس دیگه ایه ها. کلن تو سلف لاف قاعدتا نباید واسه خودت هیچ سرزنشی وجود داشته باشه ها. یه جنسیه که حتی خودت سرزنش میگی بابا چرا خودت دوست نداری، الان نیاز تو اولویت نسبت به نیاز یه نفر دیگه. جالب بود، خیلی جالب بود. تو امتیاز به خودت بده بعد میخوام برم. منم همون 7 و 8 دارم میشم، یعنی اگر برگردم به خیلی پایین بودم من مثلا نسبت به 2-3 سال پیش، از 2-3 سال من از خیلی وقت دارم حالا خودشناسی روانشناسی مالی 2-3 سال اخیر که پیگیر شدم و دیگه خیلی روتین منظم دارم انجام میدم شدم 7. شاید قبلش مثلا 3 بودم 4 بودم اصلا به خودم توجه نمیکردم. یعنی اصلا ما شاید برای خود من حالا جمع نبندم، برای خود من تا 1-2 سال پیش فقط دویدم که دستاورد داشته باشم، فقط دویدم که اون استاندارد و معیارهای سختگیرانه خانواده و جامعه هم به دست بیارم، ولی اصلا به سمت سلف لاو و دوست داشتن خود و حال خوب خودم نرفتم. یعنی تازه برای همین میگم تازه دارم میفهمم که او واژه‌ای به نام سلف لاو هست، واژه‌ای به نام دوست داشتن خوده. باری کلا من میکروفون خودم اوکیه فریکش دادم روی این صدا دوباره رفته توی بکنم خشخشه اصلا از خودمه توی اپیزودا
اختیار یکم داره. روی میکروفون تو هم قفلی زدم. آره الان فکر کنم اوکی تره، چون خیلی اون اپیزود الان من خودم اوکی شد. آره. خب سحر تو اول به این سوالم جواب بده، چون تو جالبه واسه من لایف استایلت، خیلی ورزش میکنی به تمام المانات، یعنی از نگاه بیرونی تمام تیکایی که یه آدم به خودش توجه میکنه رو به نظر من داری انجام میدی. خب اول اینو بگم که نمره پرسیدن خیلی جالب بود، بدون اقراق من به سلف لاوم صفر میدم. جدی؟ آره. ببین خیلی کر میکنم خودمو از لحاظ سلامتی، ولی همه تو مسیر از لحاظ سلامتی و چیزهای دیگه، حالا دستاوردهای دیگه، ولی همه تو مسیر کمالگراییه و به نظرم چیزی که باعث شده این راهو ادامه بدم و دوست داشته باشم و نخوام تغییرش بدم اینه که من اضطراب و استرسم صفره. این صفر نیست، کمه. ببخشید ادامه اون گفتم صفر. خیلی کمه و قابل کنترل. یعنی کلن دیسیپلین رو خیلی دوست دارم. دائم تو ذهن من، تو مغز من یه دوره سربازی خیلی سخته و به خشنترین لحنا با خودم صحبت میکنم. یعنی قشنگ اینر وایس هم یه، یعنی که اونی که با خودم صحبت میکنه با بدترین لحنا و الفاظ داره صحبت میکنه. صداقت تو ستایش میکنم، آدمی که انقدر وجود داره اینجوری جلوی جمع صحبت بکنه واقعا و اون صفر تو من سه میکنم، چون که آگاهی از خودت خیلی بالاست. یعنی آره. اینکه انقدر قشنگ میتونی خودتو تحلیل بکنی، یعنی اتفاقا تو مسیر راهو پیدا میکنی. ولی فکر میکنم در ادامه، حالا میریم توی کاملگرایی کمالگرایی، فکر میکنم بخشی از این حسی که تجربه کردی به خاطر این بودی که استانداردهای سختگیرانه واسه خودت تعریف کردی و انقدر توی اون استانداردا گیر کردی یه سری جاها که یادت رفته که تو مهمتر از اون استانداردی. درست میگم اینا؟ آره حتما. و چیزی که اذیتم نکرد، یعنی راهش راه درستی شاید نیست، ولی چیزی که باعث شده که من برنگردم یا یه لحظه به خودم بیام که چیکار، اینه که استراب و استرس نداشتم. یعنی هیچ وقت به دنبال عوض کردن این داستان نبودم و سلف لاوم هم همیشه اصلا، یعنی انقدر میترسم که اون دیسیپلین درونم رو به هم بزنه، مثلا من یه روزی به خودم بگم که دمت گرم و دیگه شلشم تو این راه، خیلی واسم ترسناکه. یعنی خودتو مشروط دوست داری؟ آره قشنگ خودم مشروط دوست دارم. هیکلت اگه خوب باشه خودتو کامل دوست داری، اگه نباشه؟ هیکلم اگر خوب باشه باید باشه؟ نه یعنی تو زنتو اینه اینجوری که باید این باشه، باید غیر از این باشه. آره غیر از این نه. ولی بازم اون موقع راضی نیستم، بیشترشو دوست دارم. یعنی هیچ وقت فکر نمی کنم که دمت گرم چه هیکلی. تو رو به چالش بکشم چون چیزی گفتی مقدار ذهنمو درگیر کرد. آره منم ذهنم خیلی درگیر. استراب نداری؟ استراب نداری؟ حالت خوبه؟ خوشحالی؟ حال میکنی با خودت؟ آره، چون که فکر میکنم که یعنی واقعا خوشحالی به خاطر اون، دوباره میگم اون اینر وایس خشنیه که دارم با خودم صحبت میکنم. پاشو، یعنی اجازه نمیدم که ناراحت باشم یا افسرده بشم. یعنی پاشو بود و قشن صبح که بیدار میشم اینجوری هم. وای مثلا یه رو دیر کردی، چی کار داری میکنی؟ دو ساعت داری دور خودت میچرخی؟ دو ساعت مثلا یه رو به خودم میگم دو ساعت. بعد اپیزود باید صحبت میکنم. این چیزیه که دوست ندارم توی اپیزود بگم. این چیزیه که من خودم داشتم. خب نه. و... آره ولی تو توی تمام پروسه، خب من بچگی میشناسم تو رو. تو چیزی که چون من بیرون شما دوتا رو دارم میبینم، استانداردهایی که تو تعریف کرده بودی همزمان یه انعطافی داشت. تو انعطافت یعنی طرفواره معیار سختگیرانه تستشو زدی؟ نه. فکر میکنم باید بزنی و این توی تو فکر کنم احتمالا نتیجه تستم تو اینم بالا میشه. چون معیارات تو زمینهای مختلف، یعنی حتی احتمالا تیپ هم میخوای بزنی به تمام المانو دقت میکنی که همش باید با هم مچ باشه، چون اگه اون استاندارد رعایت نشه کل تیپتو زیر سوال میبری. درسته؟ تو این مورد یه ذره دلسوزانه همیشه برخورد میکنم، ولی
اتفاقا من کسی هم که یا تیپ نمیدم یا بدم خیلی زیاد. ولی کلا همین میگن، میگن وقتی به خودت میرسی باز اونم میری توی انتهای تیف، یعنی تمام المان ها رعایت میکنی درسته؟ از تم رنگی که میپوشی، یعنی این پس تو تمام ابعاد زندگیت میاد، فقط تو لباس پوشیدن نیست. مطمئنم دندانپزشک بسیار خوبی باید باشی چون میخوای استانداردات خیلی بالا باشه، احتمالا مریضات خیلی راضی هم، ولی شاید خودت آخرش خسته بشی، یعنی بیشتر سرویس دهنده خوبی هستی برای خودت، بیشتر کاملا آره آزار دهنده میشی. با هم صحبت میکنیم حالا اینو میخوام الان چیز بکنم. خیلی قشنگه، ادامه بدیم اگه سر خواهش. ببین آخه موضوع چیزه شخصی بذار من بذار کلی بگم. نه بذار کلی بگم. ببین اصولا دندان پزشکا و پزشکا به خاطر اینکه از یه فیلتر سخت کنکور گذاشتن خب و بعد شغلشون هم میطلبه کمالگرایی، یعنی برای اینکه موفق بشی اصلا اون وسواس و کمالگرایی باید باشه تو کارت، اصلا بوده که اینجا آره. اومدی اصلا بوده که شده یه دندان پزشک خوب، اصلا توی پروسه دانشگاه هم تاکید میشود که شما اصلا کار اصطلاحاً تکنیک سنسیتیو، یعنی هر مرحلهش که انجام نشه ممکنه که تو نتیجه کار تاثیر بذاره. یعنی یه جوری ما پرورش داده شدیم، حالا زمینه کمالگرایی که تو خانواده بوده هیچ، شغلمون هم یه جوریه که قشنگ میطلبه این داستان. ولی میخوام اینو بگم که مثلا من حتی در مورد سحر اینو نمیدونستم که مایی که یه نقابی میزنیم از بیرون، حالا نقاب نمیشه گفت اسمشو، از بیرون وقتی ماها رو نگاه میکنن میگن واو بابا این حیوان مثلا هر روز داره ورزششو میره مثلا سر کارش هم که دندون پزشکه فعلا، ولی تازه داریم میرسیم به اینکه آخه اصلا سلف لاف یعنی چی، اصلا حال خوب یعنی چی، اصلا این همه دویدم که حالم خوب باشه دیگه. من اینو میخوام بیام مرحله قبل دندان پزشکی. یکی از علتهایی که جالب شد پریدیم توی کمالگری یا کمالگری نقاب با هم خیلی جالب شد یه از سلف لاف یکی از علتهایی که آدم حالا تو اصطلاح دندان پزشکو به کار میبری برای این موضوع، من میخوام بیام یه مرحله دیگه بگم. علتی که آدم این شرط براش پیش میاد شاید در بچگیش عادت کرده که اشتباه نکنه، شاید یکی از والدینش یا در قبال اشتباه واکنش تندی نشون میداده یا همه کارو سعی میکرده خیلی پرفکت انجام بده خب و اینکه ما ترس از خطا کردن داشته باشیم و بخوایم تو همه چیز تیکای درستشو بگیریم، این باعث میشه که این تو ذهن ما شکل بگیره که من فقط موقعی خوبم که همه چیزم در کنار هم خوب باشه. این اصلا از ذهن من نمیگذره که من لزومی نداره 10 از 10 باشم، 20 از 20 باشم، 100 از 100 باشم. من میتونم یه آدم معمولی باشم. میتونم مثلا خودم رو دوست داشته باشم در شرایطی که هیچ چیزی اونجوری که فکر میکنم نیست. ببین آرامش به نظر من موقعی تو زندگی آدمو پیش میاد و استرسشون کم میشه که بپذیرن قرار نیست کامل باشن. بپذیرن قرار نیست همه چی جوری که میخوان باشه. ما در نهایت ناکام از این دنیا میریم با کلی حسرت و چیزایی که بهشون نرسیدیم. ولی وقتی اینو نپذیریم و همش بیفتیم توی جنگ با خودمون برای اون رسیدنها، یادمون میره که قرار زندگی بکنیم نه اینکه به دست بیاریم. این حال چیزیه که ادامهش بدیم. فهم میکنم خیلی جالب مسیر پیش رفت. استاد میترسیدن صحبت کم بیارم اصلا به این وجود نگرده اصلا به این وجود نگرده افتاده رو دور. در مورد سلف لاف من الان میخوام اینو اول اضافه کنم که یه قسمتی که من تو سلف لاف خیلی دوست دارم اینه که اجازه میدیم به کودکمون که آزاد بشه. چقدر قشنگ. من سال پیش که با کمک تراپیستم تونستم شهاب کوچولو رو آزادش کنم، قشنگ اون شعره بود میگفت آزاد شدم آزاد شدم، نه ایشالا آزادی قسمت هم انقدر حس و حال خوبی داشتم. خب واقعا آزاد شدم آزاد شدم تو واقعا ببین انقدر حس و حال خوبی بود. اتفاقا تولد یکی از دوستامون بود، خیلی مراسم رسمی بود، بعد خب من و سبا چون با هم میریم سبا تعریف کنم شفال سانسور آره تو تعریف کن. قرار شد بریم مهمونیه، بعد یه مهمونی خیلی رسمی بود، بعد این تراپیست گفته به من گفته بود که تو اصلا حق نداری در مورد لباس و اینای شهاب هیچ نظری بدی. داشتیم از خونه میمدیم بیرون، دیدم شهاب یه تیشرتی پوشیده، با خودم یه حرفا رو گفتم که خب
به تو که ربطی نداره سوا پاشو بیا. در حالی که میدونست مهمونی خیلی رسمیه همه کشلواری هم بشن. این جمله همی من تو ذهنم که شب نمیخوای یک کت برداری، شب نمیخوای یک کتی بپوشی. رفتیم مهمونی و بعد اونجا شب یه بازی مثلا مسخره‌ای به نظر من راه انداخت. آب معدنی رو با در بسته ای ها برداشته بود، هی به همه اینجوری میکرد، خب به همه مثلا یه اینجوری میکردن ولی خب خیست نمیشدن. بعد یه های این تو اینا، بعد دیگه همه عادت کردن مثلا این نشسته بودن شب اینجوری میکرد نمیترسی. بعد شب دید که نه این باید بترسه، دوزش رو باید ببرم بالا، شیشه آب معدنی رو باز میکرد، همه رو یه ذره شروع کرد به خیس کردن دیگه، همه دیگه شب یه ذره. حالا البته بعدش میگفتن دست در نکن، خیلی خوشمزه بامزه بود یا اینا. بعد ببین در حدی سپر که موقع خدافزی اینطوری با دو مدام خدافزی کنه. بعد مامان بابای این دوستمون هم حضور داشتن، در حدی که مامان بابا هم خیس کرد با یعنی آخر مهمونی دست و پامو گرفته بودن که بندازنم توی حوضی. خب حالا داستان میخوام بگم توی مهمونی که همه کچلواری و رسمی و والدانن به نظر یک کودک، یعنی همه نشستن پشت میز، خب بفرمی سلام از شد خیلی خوش اومدین، خب یه کودکی دیدیم مثلا یه مهمونی وقتی چهار تا بچه وسطه از نظر من خیلی جنسش فرق میکنه، جذابتره. خب اون کودکه میاد اون نظمه رو به هم میزنه، اون دیسیپلینه رو به هم میزنه، یه آب پاشیدنی، یه بابا بیان مثلا با هم بازی کنیم میاره وسط. اونجا بود که تازه شروع این بود که اون کودک خاموش من یه مقداری حالش خوب شده بود. کسی ناراحت نه کنگره دندان پزشکی از یه حرکات نکنه بگه اینجا جب خیلی جدیه، ولی خیلی حسه قشنگ، خیلی کار جالبی بود. داره خیلی این اپیزودو دوست دارم، خیلی جذابه، یعنی اصلا صحبتهایی که داریم میکنیم خیلی باحال داره پیش میره. چیزی که تو گفتی استارتش هم به نظرم زدی میخوای بمونیم بازم بیشتر زحمت نه داریم ادامه میدیم. الان ببین اون تایم نیم ساعت 45 دقیقمون انجام شد ولی ادامهش میدیم. تمام شد قرار نیم ساعت 45 دقیقه باشه ولی ادامهش میدیم. خب سحر تو چی دوست داری اضافه کنی به این مبحث در مورد کمالگرایی و نقاب؟ استاد یه اپیزود کامل در مورد نقاب داشتن، پرطرفدارترین اپیزود شهاب قبل از سلف لاب اپیزود نقابش بود، خیلی هم قشنگ صحبت کرد اونجا. و اونجا ما داشتیم میگفتیم که من خودم میگم، من همیشه سعی میکردم خودم بهتر از چیزی که هستم نشون بدم و یکی از دلایل استرابی که من همیشه داشتم همین بود، اگه اینجا بودم میخواستم اینجا باشم، واسه همین هی سعی میکردم خودم بهتر نشون بدم و این کل انرژی منو گرفته بود، دیوونم کرده بود، چون تلاش برای کامل بودن. توی همین اپیزودهایی که داریم میزگرد درست میکنیم بارها شده صدا اشکال داشته، تصویر اشکال داشته، ولی من منتشر کردم اپیزودو تا جلوی اون ترس هم بایستم. بعد تو کامنت ها گفتن صدا اشکال داشته، عذرخواهی کردم، الان دارم تلاش میکنم بهتر بکنم صدا و حالا داستانه رو، ولی یاد گرفتم من باید برم جلو اگه بخوام بایستم برای کامل بودن، هیچ کاری رو پیش نمیبرم. حالا دوست دارم تو تجربتو بگی، توی حالا یا نقاب یا کمالگره یا هر سبکی که دوست داری پیش اومده خودتو سر بکنی بهتر از چیزی که هستی نشون بدی؟ ببین اتفاقا در مورد سلف‌لاف گفتی که اگر که بریم منو ببرن یه جزیره تنها باشم و آدمو نباشم، من تو اون حالت هم به سلف‌لاف، یعنی فهم کنم بیشتر خودم هم توی خودمه که داره باعث میشه بود دو هم تا اینکه بخوام یه نقاب قشنگ تری رو به آدم رو نشون بدم. نقابه رو خدایی کم دارم اگر که داشته باشم، موافقشم نیستم، چون که نقاب یعنی اینکه یه فاصله ای از مردم بگیری، بعد باعث میشه ارتباط عمیق‌تر نتونی برقرار کنی با آدم ها، تهش تنهاییه، اینو دوست ندارم به نظرم. یعنی آدم های نقابدار رو هم تایید نمی کنم، چون که منظرم یه ذره دور از آدم ها میمونم. یعنی خودت هستی ولی... نه خودم نیستم، نقاب. تو نقاب نیستم. نه میگم یعنی خودت هست، یعنی خودتی تو زندگی، ولی یه سری معیارهای سختگیرانه برای خودت، برای خودت داری، همش تو داخل. خیلی حرف قشنگی زده، نقاب تهش تنهاییه. این خیلی جمله خفنی بود. یعنی وقتی دادم مثلا زیزابی تا به حال بهش نگاه نکرده بودم، اینو با پست کام جدی میگم، چون نقاب وقتی میذاری در واقع میری توی لاک دفاعی خودت. خیلی جالب بود، باری کلا تو فکر کنم میخوای بگی
نه در مورد مثلا همین کمالگرایی و کمالگرایی خیلی واسه من جالبه. من فکر میکنم خودم خیلی کم یا ندارم، نمیدونم حالا سر شب بگم بهتر، ولی واقعا مثلا جاهایی که میبینم کسایی که کمالگرایی دارن چقدر مثلا یه چیزی که واسه من نمیدونم، مثلا من اینو میرم میگیرم میارم میخرم میارم خونه، دیگه دنبال چیز گزینه‌ای بهتر از این تو سرچش نمیگردم. مثلا دیدم شب دوباره میره سرچ میکنه، نکنه گزینه‌ای بهتر از این دیدم، بعد خرید سرچ میکنه، بعد از خریدم سرچ میکنه، سرچای خودشو داره. چقدر جالب بود. حتی الان دیگه خیلی کم شده بعدش، ولی قبلش سیکی کم شده. آره الان خیلی بهتره، ولی خب ببین آدم سختگیری که مثلا بهترین و مثلا تاپ ترین جنس نه، مثلا اگر قراره تو این رده من هزینه بکنم آره باید مثلا دونه دونه مثلا چمدم تمام نمایندگی ها سرچ میشه، زنگ زده میشه از نظر سلامتی و نمیدونم همه ایزو نوزار و فلان چک میشه. آره خیلی چیزایه. من بابا شما صحبت از معیارهای سختگیرانه فقط برای خودم که نیست، اول از همه برای چیز اطراف برای خودم. ببین یه چیزی که هست، یه آدم کاملگرا دائم این تو ذهنش میچرخه که من به اندازه کافی خوب نیستم. آره و ترس از همیشه باعث میشه که بجنگه برای بهتر و بهتر شدن. تو صحبت تمام کن تو من بیش خودکار صحبت بگم. اوکیه بگو هرچی من بگم اوکی نیست که بعد به چش خراب میشه این همه تصویر قشنگ. ببین از این لحاظ میگم چشمنگ دارم میزن. نه فهم اصلا نمیدستم چی بوده الکی گفته ما رو بگو بازم چشمنگ بابا خزه چیز خاصی هم درگیری داخلی هستی. ببین کلن از لحاظ این که ما این بار رفته بودیم، اولین بارایی که رفتیم مسافرت، خب شهاب موقع رزرو هتل مثلا من اینجوریم یه اتاق رو میگیرم اصلا نگاه نمی کنم هتل چند نوع اتاق داره، واسه من مهمم نیست خب این اتاقش یا این اتاق، به نظرت اگه اینجوری باشه اونجوری باشه اینا رو هنوزم داریم، ولی خب مثلا یه اتاق میگیریم میریم از این لحاظ میگم سخت نیست که مثلا لوس و اینا نیست. شده ما یه شب دوتایی با هم توی یه استبل خوابیدیم، یعنی در حدی که جای هتل و اینا جای خواب و اینا نبود، مجبور شدیم توی یه استبلی مثلا توی خاک و خول و اینا باشه. میخوام از این لحاظ بگم که لزوما هتل و اینا خاکی بودن نه منظورم اینه که لوس نیست، از سوسول نیستش توی زمینه هتل. بعد رفتیم تو رسپشن و گفت مثلا بریم فلان طبقه و اینا، بعد رفتیم بعد شهاب گفتش که میخوای وسیله ها رو نیاریم اول بریم ببینیم اتاقش اگه خوب نبود، این بدونه که ما وسیله هامون رو نبردیم تو اتاق. بعد من یه ذره اینجور بودم که خوب نبود چی میشه، وسیله هامون رو میذاریم میریم میگردیم شهر رو دیگه، لزومی نداره خوب نبود. بعد اومدیم گفتش که خب میشه به ما یه اتاق مثلا بزرگتر رو به شهر به ما بدین، رسپشن گفتش که بله یه اتاق اینجوری هست یه اتاق اینجوری هم هست اگه خواستین. خب بریم دوتا اتاق رو هم ببینیم. ببین ما خسته رسیده بودیم اصلا اینجوری بودم که واقعا از من فقط میخوام برم بیافتم بگیرم بخوابم، اصلا واسه من موقعی نیست دیگه. ما رفتیم دوتا اتاق رو هم دیدیم، خلاصه یکی از اتاقا رو انتخاب کردیم و دیگه این شد که من فهمیدم سیستم انتخاب هتل اتاقش اینجوریه. همیشه میگه تو منو چجوری انتخاب کردی. خیلی این جالب بود. مال چند سال پیشه؟ خیلی سال پیشم. سه چهار سال تا آخرین بار سه چهار سال پیشم. نه اینکه تا کی داشتم که آره حتی تا سال پیشم، الانم دوز کمشو دارم، ولی سال پیش تراپیست من یه حرف قشنگی به من زد، گفت تو نه تنها در زندگی عادی تو در کارت سخت گیری، بلکه در تفریحاتت هم سخت گیری. یعنی یه جمله قشنگی من گفت نون تو میزنی توی خونت میخوری همیشه. چه اصطلاح جالبی. یعنی من بعد دیدم که ای بابا من سفرم که میخوام برم، راست میگه، میخوام برم سفر، صندلی هواپیما کجا باشه، هتل اتاقش مثلا نکنه یه اتاق بهتری، حالا نه که هتل خیلی خاصی باشه، ولی همون هتل اگر میتونم
مثلا با این امکانات و با هزینه ای کردم مثلا برم دو طبقه بالاتر، خب برم دو طبقه بالاتر. و این تلاش بیهوده جز یک کمالگرایی یا آسیبی که از این داستان خوردم نیست دیگه. ولی الان خب یه ذره یه مثال ورزشی میخوام بزنم، چون برای من خیلی هم تنیس رو خیلی دنبال میکردم، نادال و فدرر و جوکوویچ که همه اسمشون رو داشتن نمیشناسن. موقعی که بازی های اینا رو نگاه میکنی، نادال همش بازی میکنه که ببره، یعنی اون استرابش یه حالت تیکتوری هم داره، آبشو مثلا توی زاویه مشخصی میذاره که دقت بکنی. جوکوویچ قشنگ معلومه با خودش حال میکنه، یعنی موقعی که بازی میکنه کیف میکنه بازی کردنش. من خودم سالها طرفدار نادال بودم، بعد وقتی رفتار جوکوویچ رو مثلا فدرر، انگار راکت بخشی از دستشه. حالا این تو فوتبال میشه مثلا فرق مسی و رونالدو. رونالدو همش میخواد به دست بیاره، مسی انگار داره عشق میکنه با کاری که میکنه. خب این تو همه زمینه ها هست، حالا توی شغل هست، توی زندگی هست. چقدر ما حال میکنیم با کاری که میکنیم، چقدر لذت میبریم، یا چقدر میخوایم اون کاری که انجام میدیم به نتیجه مطلوب ختم بشه. تو با این کاملگرایی در نگاه اول میخواستی لذتتو بیشتر بکنی، ولی همزمان داشتی لذتتو کم میکردی. یعنی به نسبتی که کمالگری میاد بالا، لذت کم میشه. به قول تو مثلا شاید اون جایی که شما میگی تو اصاب خوابیدین، شاید خیلی بیشتر بهتون خوش گذشته، چون چیزی دیگه واسه کامل بودن وجود اصابلی مثلا ایلی که نداشت. خب الان در مورد کاملگرایی بگم، یه نکته در مورد کودکی میخوام بگم که من الان تازه یاد گرفتم که با کودک خودم، همین اینر وایسی که میگه، با خودم صحبت کنم. یعنی یه جایی که یه اشتباهی که میکنم میگم قربونت بشم عزیز دلم، اشکالی نداره، و واقعا خودم بغل میکنم و یه حس فوق العاده. هنوز با خودم رو درواسی دارم، یعنی هنوز اون والده یه ذره بالا یخمون رو خودش شده. ممشی ترین خودت واقعا شیرینه، ولی واقعا شیرین، یعنی اونجایی که بتونی سری لپ ممشی خودت رو بکشی و از اون والد سختگیر بیای بیرون و اون کودک تو بغل کنی. من خیلی تحسینت میکنم، حالا چون با تو خیلی نزدیکم، این تغییر تو چشمات حتی اومده، تنش و استراب تو چشم تو بسیار کم شده و یک آرامشی جاشو گرفته، و این بخشش به خاطر اون حس خوبت به خودته. واقعا به تبریک میگم. مرسی. و پشت هم مرد موفقی زن موفقی، این هم حفظ کرده بودم اول اومده اینجا، بعد من گفتم خدا این چیه داره میگه، بعد همین گفت، بعد یادشم رو آخر نفهمیدم چی بود این جمله. این بود که رابطه مثل یه آینه میمونه، خب که تو خودت توش میبینی. آره این حالا این رابطه هم میتونه بیمار باشه، بعضی موقع بیمارای درسایی به آدم میدن و آدم تو این رابطه یه چیز میمونه. حالا میتونه دوست باشه، میتونه همسر باشه، اینو می‌خواستم بگم. خیلی قشنگ. حالا بمونه برای پادکست دیگه. ببین نکاتت نمی‌خواد رجوع کنی. بعدم میاد. بعدش هم رزرو کن. ما حتی که تو نوشتم 20 اپیزود بعد بود بسازم. هفته یه بار بعد سوال پادکست بعدی. حتما. نکته دوست دارید اضافه کنید؟ نه، عالی بود. خیلی جالب بود. خیلی جذاب بود. یکی از جذاب‌ترین اپیزودهای بود که من تا حالا. فقط امیدوارم صدا دوستان واقعا داستان ابیدون الان من خیلی دقت کنی هی حواسم به اون داره ضبط شده باشه، ضبط شده بدبخت میشه. ولی خیلی مرسی ازتون واقعا، من صداقت رو من اول از همه صداقت تو تشکر میکنم، خیلی برام جذاب بود. حالا ما نبود نه، حالا میرسم بابا بزن صبور باش، از صداقت تشکر میکنم، وجود میخواد زدن این حرفا واقعا باریکلا. از تو ممنونم که اینقدر واقعا خالصانه و بیریا همیشه حضور داری، و واقعا مرسی از سبا که اینقدر خوش انرژی، یعنی مدلی که صحبت میکرد توی اپیزود برای من خیلی جالب، با تمام وجودش صحبت میکرد، خیلی دوست داشتم. تک تکتون فوق العاده بودید و باعث افتخار منه که دوستان مثل شما دارم. مرسی که مرسی از همه که ما رو دیدن. تشکر میکنم. عوامل پشت صحنه. دوستان نظر، انتقاد، پیشنهاد و تجربتون رو در مورد اپیزود برامون بنویسید. سعی کردیم مباحث رو جوری پیش ببریم که در واقع تمام نکاتی که مد نظرمون میتو کاور بکنیم. فکر کنم این کار رو انجام دادیم. امیدوارم که این اپیزود براتون مفید بوده باشه. با آرزوی بهترین برای تک تکتون، شاد و سلامت باشید.